شوک اقتصادی، پرواز دلار و اوجگیری هر روزه اون. این اسکناس های خارجی باز هم ارزششون بیشتر شده. دلار در حدود 20500، یورو 23000 تومان. با همین نرخ هم اغلب صرافا میگن معامله ای انجام نمیشه. الان دلار برای فروش موجود دارین؟ نه عزیزم، تمام کرد. موجودی ارز ندارم عزیزم. در سوی دیگه تاکید حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر اینه که نوسانات اخیر در بازار ارز و شوک که ایجاد شده دلیل و ریشه اقتصادی نداره و گذراست. عملیات روانی در عرصه بین المللی علیه ایران و نگرانی غیر واقعی در بین مردم باعث آشفتگی و نوسانات اخیر در بازار ارز شده. رئیس کل بانک مرکزی هم مثل رئیسش همین حرفها رو تکرار کرده و گفته این نوسانات مقطعیه. اخیراً شوک‌های روانی که بعد از تصمیماتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گرفت، قطعنامه‌ای که به ناحق علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کردن، همه اینا کمک کرد که یه جو روانی رو در بازار ارز ایجاد بکنه. خیلی خوب به ما میگن که چی میشه آینده‌اش چی. من عرض می‌کنم که بالاخره اینها شوک‌های گذراست. در مقابل این حرف ها، منتقدان دولت میگن این افزایش افسار گسیخته قیمت ارز راهکاریه که خود دولت برای کسری بودجه در پیش گرفته تا با کاهش ارزش پول ملی هم بدهی های خود رو کم کن و هم اندک اندوخته مردم رو به بازار سرازیر. سیاستی که آسیب های جدی به پیکر نیمه جان اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. کسری بودجه در سال بعد بزرگتر میشه و دور باطلی شکل میگیره. دولت هم ساده ترین راه رو انتخاب میکنه. چاپ اسکناس از سوی بانک مرکزی و تزریق نقدینگی بیشتر به جامعه. در نهایت، عدم تعادل بیشتر در سطح خرد، میانه و کلانه اقتصاد شکننده ایران. نوسان دلار باعث میشه که اینجوری یه کارگاه کلن بخوابه. افزایش افسار گسیخته قیمت ارز و تأثیر اون بر روند قیمت کالاهای اساسی فشار اقتصادی به مردم رو باز هم بیشتر کرده. دلاری که 20000 تومان شد، این ثمرش این میشه، همه بیکار، این چرخا همه بیکار. الان دو سال و نیم هست که وضعیت دلار همینطور رو به افزایشه. نکته جالب توجه اینه که در خود همین دولت هستن کسانی که حرف بالا دستی ها رو نقض میکنن یا به چالش میکشن. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در این خصوص گفته حدود 27.5 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور باز نگشته. بانک مرکزی از آماری رونمایی کرده که بر اساس اون 250 صادرکننده رقمی معادل 6 میلیارد و 800 میلیون یورو ارز صادراتی گرفتن و به چرخه اقتصادی بر نگردوندن. کار به جایی کشیده که هم حسن روحانی و هم عبدالناصر همتی واسه این افراد خط و نشون کشیدن که کارت بازرگانیشون رو باطل میکنن. دلار 20000 تومان دیگه واقعا نه توانایی واردات جنس رو داره. سوال اینجاست، این 250 نفر کی هستن و با همدستی چه کسانی 27 میلیارد دلار که برابر با نیاز ارزی 2 سال کشور برای واردات کالاهای اساسی هست رو گرفتن و دیگه برنگردوندن؟ از چند سلطان اقتصادی باید رونمایی شه؟ آیا با اعدام سلطان سکه که اون زمان قیمتش 3 میلیون بود مشکل حل شد؟ سرچشمه فساد کجاست؟ مژده یزدانی، اتاق خبر.